با تقسیم شهرهای کشور به رنگهای مختلف، طرح کشتار مردم در میدان کار آغاز شد. روز پنجشنبه فضاحت افزایش آمار قربانیان آنقدر بالا گرفت که روحانی حتی با صحنه سازی نتوانست بپوشاند. طبق آمار و ارقامی که ما میبینیم مشکل خاصی رو که نداریم. ظرف یک هفته گذشته یه مقدار این وضعیت ثابت با شیب خیلی کمی رو به افزایش هست. بله، اگر مردم مراعات نکنند دستورالعمل ها رو و ابتلا بره بالا، این خبر خوبی نیست. به اعتراف رئیس بیمارستان رازی اهواز، قبل از این مرحله فقط 10 بیمار بستری بود، اما اکنون من اول یک خبر بسیار ناراحت کننده و تأسف آور بگم، نزدیک به 60 نفر بیمار با زجر تنفسی الان در آی‌سی‌یو ما مستقر است و وضعیت بیماران به شدت اسفباره. از هر دو تا مریض یکیش بستری میشه. روز احوال چطوره؟ آمار چرا این گونه است؟ در استان خوزستان واقعا موارد بیماری در استان خوزستان از اون قابل انتظار ما فراتر رفت. یک روزنامه حکومتی نوشت تقسیم بندی مناطق کشور به سفید، زرد و قرمز از سوی رئیس جمهور روحانی بازی با کلمات است. رنگ‌های سرخ و سفید روحانی بازی با کلمات نیست، بازی با جان مردم است. در منطقه‌ای که با 20 بیمار بدحال سرخ اعلام شده بود، الان با چند برابر قربانی عادی تلقی می‌شود. این انتظار هست از مسئولین که یه مقداری جدیتر برخورد بکنیم، هرچند که میدونم دست و پاشون رو شاید بسته باشه سیاست‌گذاری های کلان کشور ستاد مرکزی کرونا. ما روزی که 20 نفر داشتیم در استان خوزستان وضعیت قرمز اعلام شد. الان که آمار ما بالای 100 هست، الان 186 170 اینها میشه، تصمیم گیری به گونه ای هست که مردم فکر میکنن که جدی گرفته نمیشه. با برملا شدن گسترش قربانیان، وزیر کشور روحانی هراس‌آلود گفت هیچ دستگاه دیگری آمار اعلام نکنن، همه هر کس هم بخواد آمار اعلام کنه پایه آمار به مبانی مال وزارت بهداشته.